حادثه‌ای که آن را می‌شود امروز خبرساز نامید، این اظهارات بی‌سابقه نخست وزیر ترکیه رجب طیب اردوغان درباره اظهار تسلیتش به مردم ارمنی تبار است. دقیقاً وی در یک اقدام بی‌سابقه‌اش اظهارات پخش کرد و در سالگرد کشتار جمعی ارمنی‌ها در سال 1915، سال‌های جنگ اول جهان، با مردم ارمنی تبار اظهار تسلیت کرد و این حادثه در 9 اظهارات به شکل خطی به زبان‌های مختلف از جمله به زبان ارمنی هم پخش شد و در این اظهاراتش رجب طیب اردوغان درد ارمنی‌ها را درد ما نامید، دردی که ترک‌ها هم آن را با هم تقسیم می‌کنند. برای چی این حادثه به سابقه است؟ به اون خاطر که از همان سالها، از سال 1915 به این طرف، روابط بین مردم ارمنی تبار و ترک ها به سردی گراییده است. ارمنی ها پافشاری دارند که ترکیه رسمی، یعنی حکومت رسمی این کشور، حادثه های جنگ یکم جهان را همچون قتل عام یا نسل کشی ارمنی ها اعتراف کنند. ترک ها این را نمی خواهند و می گویند که این حادثه را نمی شود همچون کشتار قوم ارمنی ارزیابی کرد، برای اینکه در آن حادثه ها مردم دیگر و از جمله خود ترک ها هم کشته شده بودند. و اظهارات امروزه نخست وزیر ترکیه را می شود همچون یک تغییرات کلی یا جدی در سیاست حکومت ترکیه ارزیابی کرد. پای صحبت ما امروز آقای جوادی، عباس جوادی را ما دعوت میکنیم که تحلیلگری مسائل ترکیه هم هستند، همکاری ما در رادیوی آزادی. آقای جوادی، آیا به شما واکنش مردم ترک تبار، ساکنان ترکیه، به همین کاری که نخست وزیر کرده است معلوم است؟ تا حدی که رسانه های ترکیه رو میتونیم بخونیم و وبسایت های ترکیه رو میتونیم بخونیم، در مجموع واکنش مثبت است و غیر از گروه های بسیار ناسیونالیست گوییم، رادیکال ناسیونالیست ترکیه، و غیر از اون اکثرا مثبت واکنش نشان داد. پس به فکر شما همین گونه یک برخورد مثبت، طوری که شما رو تاکید کردید، در چی است؟ تفکر مردم ترکیه اصولا نه فقط امروز دیروز، بلکه حالا 10 سال 20 سال است که به خصوص در شرایط آزادتر شدن بحث، صحبت، نمایان شدن فکرهای مختلف و متضاد با هم دیگه، تغییر یافته است. به نظر من تغییر یافته است. من تصور میکنم که آقای اردوغان این کارش شاید برای اولین بار بود، ولی چندان هم چیز غیر چشم داشت، غیر انتظار نبود، چون که از زمانی که آقای اردوغان سر کار آمد، تون صحبتش در باره مسئله ارمنی ها و ارمنستان و کشتار ارامنه در زمان امپراتوری عثمانی سال 1915 بسیار بسیار نرمتر از حکومت های قبلی ترکیه بود. منتها این کار به سبب بیشتر سیاست های روز پیش نرفته است متاسفانه، یعنی صلح و آرامش و تفاهم و مکالمه دو دولت ارمنستان و ترکیه، متاسفانه بیشترم به خاطر وضع اشغال منطقه قره‌باغ کوهی در آذربایجان از طرف ارمنستان یا نیروهای ارامنه، این متاسفانه پیشرفت نکرده است. نظر داشته اونچه که تا حال شما گفتید با قبل پرسپکتیو، یعنی دورنمای روابط دو کشور رو حالا ما چطور میتونیم انتظار باشیم؟ ببینید، موقع دو حکومت، مردم رو نمیگویم ولی دو حکومت اساسا فرق دارن با هم دیگه. طوری که شما گفتید، موقع ارمنی ها و حکومت ارمنستان بیشتر این است که این یک برنامه کشتار نسل کشیه و گفته شما با برنامه بوده است علیه تمام قوم مردم ارمنی. طرف ترکیه میگوید اولا این مسئله فاجعه بود، ولی این فاجعه مسئولیتش با ترکیه نیست. زمان عثمانی شده است، این عهده‌داری تعهد پیمان نیست که ما عهده‌داری عثمانی رو تحویل گیریم ادامه دیم. یک دوم، زمان جنگ بوده است، روس ها همراه با اتفاقچی هاشون
متفقینشون یعنی ارمنی های مسلح به ترکیه، در حالی که ترکیه در عثمانی در حال فروپاشی بود حمله کرده است، کشتار از هر دو طرف شده است. منتها درست است که در زمان تصمیم برای انتقال تمام ارمنی ها به مناطق دیگر شده است، در این انتقال مردم هم قصدن کشته شدن، هم در زمان مهاجرت کشته شد. این ورسیای چیز است، ترکیه هست. منتها ترکیه یک چیز دیگری که میگوید این است که ما باید به تاریخدان ها مراجعه کنیم که اونها روشن کنند. یک، دوم این که ما نباید اسیر گذشته باشیم. ما باید به حاضر امروز و آیندهمون فکر کنیم که همکاری کنیم، تفاهم کنیم، عالم هامون، دانشمندان هم صحبت کنن. منتها خب طبیعتا وقتی که ارمنی ها میگوین که اون به اصطلاح درد زخمی که گرفتن اینقدر عمیق هست و هست که نمیتونن فراموش کنن و نمیتونن از روی بگذرند و پاک کنند و بگوین که حالا مناسباتمون چی بشن. خب با این ترتیب به فکر شما حالا راهی خیلی طولانی در پیش است. فکر میکنم با این فقط یک بیانیه آقای اردوغان که به نظر من مثبت هست به هر صورت کار تمام نمیشود. به نظر من مشکل یک دوتا نیست. اگر مثلا مشکل قره‌باغ کوهی آذربایجان، اشغال قره‌باغ کوهی از طرف نیروهای ارمنی، در واقع الحاق قره‌باغ، اگر نمی بود وضعیت مناسبات ترکیه و ارمنستان خیلی ساده تر میشد، سالها پیشتر حل میشد احتمالاً، یعنی امکان حلش بیشتر میشد. ولی حالا اینطور نیست آخه، متاسفانه اینطور نیست. این برای خود ارمنستان هم بد است، چون که ارمنستان در حالت انزوا هست، منفرد شده است و جایی راه ندارد و غیر از ایران که با ایران رابطهش خوبه. وگرنه برای ارمنستان هم خوب نیست، برای ترکیه هم خوب نیست، برای ترکیه کمتر خوب نیست تا برای ارمنستان. از سوی دیگر رو خود جهودی، من در ارمنستان بودم و می دیدم که روحیه مردم ارمنستان هم همین گونه است، یعنی اونها پشتیبان سیاست دولت خود هستند در همین موضوع. درستم، درستم. و به همین صورت در ترکیه هم مردم ترکیه، حالا فقط آقای اردوغان نیست که این حرفو میزنه، اکثر مردم ترکیه با فکر همین در موقع حکومت ترکیه هستند و خب باید چی میگن؟ بالاخره باید بین این دو موقع زده هم باید یک راه مشترکی پیدا کرد. بله. اگر میخوایم با هم زندگی کنن، همچون همسایه. همکاری کنن. بله. همسایه. همسایه. بله. دیوار به دیوار. بله. تشکر به شما آقای جوادی. تحلیلگری. هم مسئولی ترکیه و هم منطقه، همکاری ما در رادیو آزادی. سلامت. در صحبت رادیو آزادی بودم.